دفتر خط خبرها. ما برای بازگشایی فعالیت امروز تصمیم گرفتیم که از یک روند پلکانی استفاده کنیم. تصمیم دولت ایران به بازگشایی مرحله به مرحله ادارات و کسب و کارها. وزارت بهداشت میگوید وضعیت هیچ نقطه کشور هنوز عادی نیست. هشدار والی کابل به کسانی که محدودیت تردد را نقض کنند، متخلفان جریمه و زندانی میشوند. روند رو به کاهش قربانیان کرونا در اسپانیا. نخست وزیر میخواهد قرنطینه 2 هفته تمدید شود. و درخواست سازمان لیگ برتر فوتبال انگلستان از بازیکنان برای احتیاج بخشی از حقوقشان، کمک به همکاران یا ضربه به نظام بهداشت و درمان. سلام و عصر بخیر. به این بخش خبری از بی بی سی در لندن خوش آمدید. من علی حمیدانی هستم. رئیس جمهوری ایران امروز تصمیم‌های تازه‌ای در مورد سرگیری فعالیت‌های اقتصادی، آموزشی و عبور و مرور اعلام کرده. از جمله که کسب و کارهای به گفته او کم خطر می‌توانند فعالیت خود را در همه استان‌ها به جز تهران از هفته آینده از سر بگیرند. در تهران آغاز فعالیت این گونه مشاغل از 2 هفته دیگر خواهد بود. همزمان وزیر بهداشت و وزارتخانه‌اش گفتند که روند بهبود مبتلایان سرعت گرفته، اما هنوز هیچ نقطه ایران عاری از کرونا نیست. مهدی بیگی گزارش می‌دهد. اینجا میدان ونک حوالی ساعت 9 صبح و حجم ماشین‌های دوباره بوی دود و صدای بوق ماشین‌ها خیابان‌های تهران را پر کرده. به نظر می‌رسد هفته آینده شلوغ‌تر هم بشوند. نه تنها تهران، بلکه همه شهرهای دیگر ایران. اولین نتیجه تصمیم‌های جدید دولت. به نظر میرسد مقام‌های ایران میان مبارزه با شیوع کرونا و از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی حالا بیشتر به دومی متمایل شدند. برخلاف دعوت بدخواهان ما و ضد انقلاب که مردم رو دعوت می‌کنند به اینکه بین سلامت و فعالیت اقتصادی یکی را باید انتخاب کرد، این هم کاملاً مردود و غلط و ناسوابه. تصمیم های اعلام شده آقای روحانی این هاست: فعالیت های اقتصادی کم خطر در استان تهران از 30 فروردین آغاز می شود، باقی استان ها 1 هفته زودتر. به گفته آقای روحانی نحوه فعالیت ادارات پلکانی خواهد بود، یعنی 2/3 کارمندان باید سر کار باشند و 1/3 می توانند سر کار نروند. آقای روحانی گفته اولویت برای نیامدن سر کار با کارمندان مسن و دارای بیماری های زمینه است. ساعت کار 7 صبح تا 2 بعد از ظهر. البته همه اینها به شرط رعایت اصول بهداشتی. ترددهای بین استانی هم از 30 فروردین آزاد می شوند. چه قندی که در دل عاشقان مسافرت آب نمی شود. آموزش در مدارس تا 30 فروردین از راه دور است. البته ما این اختیارات رو دادیم به آموزش و پرورش که استانهایی که میتونه فعالیت رو آغاز بکنه. ما استانهای سفیدی داریم در منطقه جنوب کشور که هیچ مشکلی وجود نداره برای آموزش پرورش. البته سخنگوی وزارت بهداشت گفته نه تنها استان، بلکه هیچ نقطه‌ای از ایران در وضعیت سفید قرار ندارد. پیش از اعلام تصمیم‌های جدید، آقای روحانی از همکاری خوب دستگاه‌های مختلف کشور صحبت کرد. یه چیزی رو یه گوشه یک کسی یه شیطونی به هر حال پیدا میکنه، میده به این رسانه‌های خارج کشور، اونا این مسئله رو بزرگ میکنن. شیطنت شیطان‌های مورد نظر آقای روحانی به کنار، گفته‌ها و مصاحبه‌های اخیر مقام‌های بهداشت کشور از اختلافی آشکار بین رئیس جمهوری و وزارت بهداشت حکایت دارد. پیشتر ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت گفته بود کشور به هیچ وجه به مرحله کنترل بیماری وارد نشده و اگر به جای از بین بردن کرونا به حل مشکلات اقتصادی توجه شود، ممکن است سیلی بیاید که دیگر دغدغه اقتصادی وجود نداشته باشد. سیلی که شاید به نظر بسیاری آمده و دولت ایران آمارهایش را دقیق نمیگوید. این جدیدترین آمار دولت از کرونا در ایران: ابتلا
58226 نفر، مرگ 3603 نفر و بهبود 22011 نفر. تأکید دولت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی است. اما بسیاری از مردم ایران از مشکلات اقتصادی رنج می‌برند و حالا با لغو قرنطینه باید با دو قول کرونا و تنگدستی همزمان دست و پنجه نرم کنند. دکتر مازیار صدری، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه از لندن با ماست. آقای دکتر وقت شما بخیر. چی فکر می‌کنید در مورد سیاستی و شیوه که آقای روحانی و دولت ایران اعمال کردن در مقایسه با مدل‌هایی که در سراسر جهان داریم می‌بینیم؟ با درود خدمت شما. حضورتون عرض کنم که ما با یک ویروسی مواجه هستیم که رفتارش کاملا مشخص است. ویروس‌ها یک تجمع مواد ژنتیکی هستند که خارج از بدن موجود زنده نمیتوانند حیات داشته باشند و بایستی از یک موجود زنده به موجود زنده دیگری منتقل بشوند. میدونیم که ما در مرحله انتقال انسان به انسان در مورد این بیماری هستیم. اگر که بتوانیم تماس انسان‌ها با یکدیگر رو محدود بنماییم، میتوانیم این ویروس رو کنترل بکنیم. این چیز بسیار واضحی است. ما متاسفانه نمیتونیم در مورد آماری که از ایران میاد اظهار نظر درست علمی بکنیم، چون به نظر خیلی زد و نقیض بود از اولش. یعنی ما اگر که بگیم که ما در قسمت سعودی منحنی بیماری کووید 19 هستیم، اگر چنانچه این قرنطینه ها و محدودیت ها شکسته بشه، ما با یک فاجعه انسانی طرف خواهیم بود. در صورتی که اگر مطمئن باشیم و بدونیم که ما از این مرحله سعودی گذر کردیم به مرحله افقی، روی منحنی شیوع بیماری رسیدیم و یا در قسمت افت بیماری هستیم، اون وقت میتونیم یواش یواش این قرنطینه ها رو کاهش بدیم. من چنین چیزی رو ندیدم در ایران هنوز و فکر نمی کنم که آماری که ما دیدیم از ایران بتونه چنین پیشبینی رو بکنه. من با مسئولین وزارت بهداشت که احساس خطر کردن در این مورد کاملا موافق هستم و فکر میکنم چنانچه فعالیت ها از سر گرفته بشه، ما با یک موج شدید از انتقال بیماری از انسان به انسان مواجه خواهیم شد که متاسفانه جان بسیاری رو تهدید خواهد. آقای دکتر، به هر حال آن صدایی که از ایران میاد صدای واحدی نیستش. ما دیروز نامه وزیر بهداشت رو داشتیم با آقای روحانی در اعتراض به بازگشایی تولیدی ها. امروز هم دیدیم که سخنگوی وزارت بهداشت حرف آقای روحانی، در واقع رئیس کابینه، رو نقض کرده، گفته در هیچ نقطه از ایران ما نقطه سفید یا استان سفید نداریم، برخلاف حرفی که رئیس جمهور زده. اما حالا ما با این واقعیت تازه روبرو هستیم که آقای روحانی گفته بین سلامت اقتصاد یکیشو انتخاب نکنیم، با هم دست جمعی گام به گام اقتصاد رو هم فعال بکنیم. توصیه شما به عنوان پزشک به مردم، به شهروندانی که در ایران زندگی میکنن و حالا ادارجات و تولیدی ها و دانشگاه ها هم قرار هست باز بشه، چه هستش؟ حضورتون عرض میکنم که من خب نظر پزشکی میتونم بدم، فقط میتونم بگم با آماری که از ایران داریم، من معتقد نیستم که بیماری در ایران کنترل شده است. همجور که عرض کردم، آماری که من میگم آماری است که از همکاران پزشک میشنوم و تا حدی هم آماری که بیرون میاد از مرجع رسمی، و فکر میکنم که اگر که اقدامات احتیاطی زود برداشته بشه، متاسفانه با عواقب بسیار بسیار بدی مواجه خواهیم بود. من امیدوارم که یه مقداری بررسی‌های علمی بیشتری روی این قضیه انجام بشه و با آمارهای دقیق و محاسبات علمی توسط افرادی که سواد و صلاحیت علمی کافی دارند در این مورد تصمیم گرفته شد، چون بسیار بسیار باعث نگرانی است. سپاسگزارم. دکتر مازیار صدری از لندن با ما صحبت می‌کردند. برخی از تماشاگران ما نظرشون رو درباره بازگشایی ادارات و مشاغل در ایران برای ما فرستادن، بشنویم. کارفرمای ما دستور بازگشت به کار رو از دیروز صادر کرده. ما کارمون راه اندازی مرکز تجاری هست. با توجه به این که در واقع هنوز ما توی مرحله مهار کرونا نرسیدیم، ولی متاسفانه با فشار کارفرما ما کارمندها مجبور به رفتن به سر کار هستیم و مدیران ما از طریق تماس‌های ویدیویی و واتساپ ما رو چک میکنن، کارامون رو چک میکنن، با وجود اینکه خودشون توی خونه هاشون نشستن
توی حاشیه امن هستن، ما رو میفرستن سپر بلا میکنن و ما نمیدونیم چیکار کنیم. حالا بالاخره یا زنده میمونیم یا میمیریم در نهایت. من الان تقریبا یک ماه مغازم بسته است به خاطر کرونا، ولی امروز اومدم تو سطح شهر میبینم اکثر مغازه باز کردن، هیچ کس هم نیست رسی نکنه میدون شهر، هم میدون شعبه مامور وایسنده، اما مغازه هم بازن، هیچکی به هیچکی کاری نداره. صد در زنگ میزنن هم میگه باید شهرداری پیگیری کنی، شهرداری تماس میگیرم میگه به ما ربطی نداره. 124 زنگ میزنم میگه لطفا پیغام خود رو بعد از شنیدن صدای بوق بگذارید، بوق که میزنه تلفن قطع میشه. حداقل شما اینو بازتابش کنید که ما به نتیجه برسیم. ممنون میشم. ما وضعیت کاریمون مشخص نیست، به همین دلیل امروز مجبور شدیم بریم سر کار را. فکر کنم بعد مرتب بریم. دولت باید اعلام کنه که پیمانکارای ساخت و نصب میتونن در موقع پروژهاشون رو در حالت تعلیق نگه دارن، یا اینکه نه باید ادامه بدن به صورت روال. در خیلی از کشورهای اروپایی شاید این گونه نباشه و دولت حمایت بکنه از مردمشون و بودجه هایی رو تخصیص بده برای اینکه افرادی که به سر کار نمیرن یا شغلشون رو از دست میدن یه حمایتی ازشون بشه، اما خب در ایران اصلا چنین چیزی نیست. بنابراین مردم نه اینکه ندونن که این ویروس چه مضرات و خطراتی داره، با علم به اینکه خطراتش رو میدونیم هممون مجبوریم که برای ارتزاق روزانمون به سر کارهامون بریم. نظر شما تماشاگران تلویزیون فارسی بی بی سی بود. برای ما نظرتون رو بفرستید بی بی سی شما شناسه ماست در تلگرام. چند خبر کوتاه. سازمان ثبت احوال ایران گفته به دلیل تخلف وزارت بهداشت در بارگذاری اطلاعات افراد در سامانه غربالگری ویروس کرونا، همکاری خود را با این وزارتخانه قطع می‌کند. بر اساس گزارش‌ها از ایران طی روزهای اخیر اطلاعات ثبت شده میلیون‌ها ایرانی شامل نام، شماره تلفن و کد ملی لو رفته و در حال خرید و فروش در بازار سیاه است. سازمان ثبت احوال در پاسخ گفته لو رفتن گسترده اطلاعات شهروندان ایرانی از طریق سایت این سازمان نبوده، بلکه حاصل تخلف وزارت بهداشت است. یک مؤسسه خیریه غیر دولتی در ایران از افزایش ازدواج اجباری کودکان بعد از شیوع کرونا در این کشور خبر داده. به گفته مدیر عامل جمعیت امام علی، دلیل این افزایش در بعضی از مناطق ایران شرایط بد اقتصادی خانواده ها به دلیل شیوع کرونا بوده. زهرا رحیمی همچنین گفته بسیاری از این کودکان با این شایعه که تریاک از ابتلا به ویروس کرونا جلوگیری می کند به بازار مواد مخدر کشیده شدند. و وزارت خارجه آمریکا بار دیگر بر لزوم تشکیل یک دولت همه شمول در افغانستان تاکید کرده و گفته که در وضعیت فعلی کمک‌ها به این کشور نمی‌تواند ادامه پیدا کند. آمریکا پیشتر با انتقاد تند از ادامه اختلافات محمد اشرف غنی و عبدالله بر سر پست ریاست جمهوری اعلام کرده بود که تصمیم گرفته 1 میلیارد دلار از کمک‌های دولت خود به افغانستان را قطع کند. همزمان تیمی از چهره‌های سیاسی افغان که میانجیگری برای حل اختلاف اشرف غنی و عبدالله را پیش می‌بردند از آقای غنی خواستند از معرفی کابینه دست نگه دارد. در پی افزایش شمار مبتلایان به کرونا در کابل، دولت افغانستان اعلام کرده با کسانی که محدودیت تردد در پایتخت رو نقض کنند برخورد جدی خواهد کرد. محمد یعقوب حیدری والی کابل گفته از امروز مجازات متخلفان جریمه نقدی به میزان 18000 افغانی مدل 240 دلار آمریکا به اضافه زندان خواهد بود. محدودیت عبور و مرور در کابل برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا یک هفته پیش آغاز شد، اما هنوز بعضی از شهروندان آن را رعایت نمی‌کنند. از طارق آریان: ما هنوز در وضع قیود رفت و برگشت هستیم در کابل. امروز نهمین روز است و ما به طرف جدی شدن وضعیت روان هستیم. در این حال برخی از تدابیر جدی تر ما از امروز سرش فکر کردیم که به منظور جلوگیری از تهدید صحی که علیه مردم ماست بتانه میره تطبیق بکنیم. هرچند تا امروز رعایت قیود رفت و برگشت از طرف شهروندان ما در کابل خوب مراد شده، اما با آن هم یک سری شکایت ما با آدرس 119 پلیس افغانستان داریم که نیاز به تدابیر جدی تر است در روزهای بعد، چون ما احساس میکنیم که به طرف وضعیت بحرانی تر میریم. انتظار ما می است که شهروندان ما این قیود رفت و برگشت مراد بکنن و ما پلیس افغانستان به اساس فیصله کمیته اصرار عمل میکنه. آقای آریان، ولی این انتقاد هم به شما به وزارت داخله به ویژه وجود داره که اطلاع رسانی رو به گونه انجام نداده که این خبر به گوش همه برسه، شاید آنقدر که باید و شاید آگاهی داده نشده به شهروندان.
ما فکر میکنم که وضعیت افغانستان متفاوت است. شما میفهمین که مردم در فقر زندگی میکنن، اکثر مردم ما، و نیازمند رسیدگی به موارد چون دسترسی به مواد اولیه، دسترسی به خدمات صحی، دسترسی به خدمات امنیتی می باشن. اما در این کتگوری ها مردم با متفکیک، با تدابیر ویژه میتونن به شهرها براین و نیازمندی های خود رفع بسازن. اما در این حال خب نواقص هم برای عدم رعایت قید رفت و برگشت وجود داره، مردم آگاهی دارن، ولی انتظار مایی است که این قیود نقص نشود. ما احساس میکنیم که در یک دو روز اخیر این مورد از طرف شهروندا یک مقدار کم توجه شدن به این مورد، اما تأکید مایی است و امروز یک مقدار جدیت بیشتر هم به خرج داده شده که چون ما به طرف وضعیت ناهنجار روان هستیم، هنوز در روزهای آینده انتظار مایی است که شهروندا این را مراعات بکنن و در صورت که اشد نیاز نداشته باشند از خانه خود نبرن. آیا فکر میکنید که دولت افغانستان، وزارت داخله به اندازه کافی آگاهی عمومی ایجاد کرده، مردم اطلاع دارن از آنچه که اتفاق میفته پیش از اینکه بریم سراغ اقدامات قهری یا نه؟ من فکر میکنم آگاهی لازم برای شهروندان شده، چون تنها وزارت داخله نیست، کمیته اضطرار جلوگیری از ویروس کرونا شامل چندین نهاد و وزارتخانه سکتوری هستند که وزارت صحت عامه در قسمت آگاهی دهی و تدابیر وقایعی برای مبارزه با ویروس کرونا خوب عمل کردند. ما هم در کنارشان برای نظارت از وضعیت و کنترل از وضعیت که شهروندان را بتانه متقاعد بسازیم که در خانه های خود بمانند عمل میکنیم و آگاهی لازم برشان رسیده. سپاسگزارم. اما با آن هم ما تلاش میکنیم که وضعیت در روزهای آینده در کنترل ما باشه. گفتگویی بود که ساعتی پیش انجام داده بودم با طارق آریان، سخنگوی وزارت داخله در افغانستان. به نیمه راه رسیدیم، نگاهی به سرخط چند خبر از بی بی سی در لندن. همزمان با تاکید وزارت بهداشت بر آری نبودن هیچ نقطه از ایران از کرونا، دولت تصمیم به بازگشایی مرحله به مرحله ادارات و کسب و کارها گرفته. والی کابل گفته کسانی که محدودیت تردد را نقض کنند جریمه می شوند و زندانی. در ادامه این برنامه، درخواست سازمان لیگ برتر فوتبال انگلستان از بازیکنان برای اهدای بخش از حقوقشان به کسانی که در صنعت فوتبال بیکار شدند. نخست وزیر اسپانیا میگوید از پارلمان خواهد خواست که شرایط اضطراری را دو هفته تمدید کنند. اسپانیا از نظر شیوع ویروس کرونا بدترین شرایط را در اروپا دارد. با این حال شمار قربانیان در این کشور رو به کاهش است. همزمان در آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهوری هشدار داده که هفته آینده عده زیادی از مبتلایان جانشان را از دست خواهند داد. فیروز اکبریان گزارش می‌دهد. خیابانی خلوت در واشنگتن، جایی که مغازه‌ها بسته است، آبری دیده نمی‌شود و حتی پرنده هم پر نمی‌زند. این خیابان در آمریکا نمونه بسیار دارد. کشوری که با بیش از 300 هزار مورد ابتلا و مرگ حدود 8500 نفر بدترین وضعیت را در جهان دارد. حالا دونالد ترامپ درباره روزهای سخت‌تر به آمریکایی‌ها هشدار داده. احتمالاً بین این هفته و هفته آینده سخت‌ترین هفته رو داشته باشیم. متأسفانه عده زیادی می‌میرند. با این حال رئیس جمهوری آمریکا اصرار دارد که چرخ اقتصاد باید بچرخد. باید فعالیت‌ها دوباره شروع بشه. نمیشه که کشور تعطیل بشه. داریم به مردم پول میدیم که بمونن تو خونه هاشون. داریم به مردم حقوق میدیم که نرن سر کار. اما همه رهبران جهان دیدگاه دونالد ترامپ را برای مقابله با ویروس کرونا ندارند. اینجا اسپانیاست، کشوری که بعد از ایتالیا بیشترین آمار قربانیان کرونا را در میان کشورهای اروپایی دارد، حدود 12500 نفر. در اسپانیا 674 مرگ در 24 ساعت ثبت شده و این یعنی کاهش شمار قربانیان برای سومین روز پیاپی. با این حال نخست وزیر از تمدید مقررات رفت و آمد خبر داده. با توجه به نظر کارشناسان و محققان اعلام می‌کنم که در نشست آینده دولت یعنی 6 آوریل از پارلمان می‌خواهم شرایط اضطراری را از 12 آوریل تا 25 آوریل تمدید کند. اما هستند جاهایی که امکانات اولیه را هم برای مراقبت در برابر کرونا ندارند،
جاهایی مثل اینجا، اردوگاه پناهندگان در یونان. هر توصیه‌ای برای مراقبت شده، اینجا عکسش را می‌بینی. به ما گفته شده در خانه‌هایمان بمانیم. دست‌هایمان را با آب و صابون بشوییم و از ژل ضد عفونی کننده دست در صورت لزوم استفاده کنیم. امروز پس از آنکه آزمایش کرونا یکی از پناهجویان در یکی از اردوگاه‌های یونان مثبت اعلام شد، آن کمپ را قرنطینه کردند. چند روز پیش هم کمپ ریتسونا در مرکز یونان قرنطینه شد. آزمایش کرونا 20 نفر در آنجا مثبت بود. روزهای کرونا از معدود روزهایی است که کشورهای جهان از فقیر تا ثروتمند دغدغه مشترک دارند. در بریتانیا قرار است ملکه امشب سخنرانی کند و درباره لزوم نظم و انضباط و عزم و اراده برای مقابله با کرونا بگوید. ویروس کرونا حالا ملکه بریتانیا را هم از کنج خلوتش به در آورده تا یک سخنرانی کم سابقه داشته باشد. فیروزه اکبریان، بی بی سی. در ایتالیا آمار ابتلا و مرگ بر اثر کرونا رو به کاهش بوده. با این حال وزیر بهداشت گفته که تا پیدا شدن واکسن مردم باید خودشون به زندگی در شرایط جدید عادت بکنند. او گفته که لغو زود هنگام محدودیت‌های تجمع و تردد همه هزینه‌هایی رو که برای مقابله با کرونا پرداخته شده هدر میده. در همین حال پوشیدن ماسک در چند استان شمالی ایتالیا اجباری شده. اجازه بدید که با دکتر پریسا نظری صحبت بکنیم، داروساز که از روم ایتالیا با ما هستن. اول از شرایط ازتون بپرسم، به نظر میرسه که کمی اوضاع بهتر هست و چشم‌انداز روشن‌تر؟ سلام، ازتون بخیر. بله دقیقا همینطوره، به نظر میاد که آخر تونل رو، نور رو در آخر تونل داریم میبینیم در ایتالیا. و این کنفرانس مطبوعاتی هر روز ساعت 6 بعد از ظهر که با حضور مدیر انستیتوی ملی حفاظت ملی برگزار میشه و تمام آمارها و اعداد ارقام رو اعلام میکنن، نشون میده که منحنی شیوع بیماری داره روند کاهشی رو در بر میگیره، ولی در نهایت خیلی محتاطانه اظهار نظر میکنن مسئولین و همینطور که گفتید وزیر بهداشت و درمان. به هر حال میشه گفتش که بیش از یک ماه هست که کل ایتالیا در قرنطینه است، بیشترش در استانهای شمالی. میدونیم که برای مدت طولانی تر این وضعیت بوده، وضعیت اضطراری، در حدی که کسی از در خانه نمیتونسته بیرون بره. گفته شده در خبر که قرنطینه رو کمی دارن آسانسازی میکنن. از این آسانسازی برای ما بگید، به چه صورت داره انجام میشه؟ وقتی که آسون یعنی چه اتفاقی افتاده؟ این از روز 8 مارس تمام ایتالیا، کل ایتالیا منطقه قرمز اعلام شد. 17 اسفند ماه بعد قرنطینه شد. از 5 مارس هم مدرسه ها تعطیل شدن. و آسانسازی فقط یک مورد میتونم مثال بزنم، اونم 3 روز هست که هر کودکان با توجه به اعتراضایی که از طریق انجمنهای متخصصین کودک و خانواده ها شده بود، اجازه دادن که کودکان همراه یکی از پدر یا مادرشون، یکی از والدین، بتونن از خونه برای یک ساعت بیان بیرون و توی فضای بازی که بیشتر از 200 متر دورتر از خونهشون نباشه قدم بزنن. اداره ها چطور؟ دانشگاه ها؟ مراکز فروشگاه ها؟ فروشگاه ها همون مغازه هایی که از قبل باز بودن، هنوز هیچ گونه دستوری داده نشده برای باز کردن مغازه های دیگه، یعنی داروخانه، سوپرمارکت و فروشگاه هایی که سیگار میفروشن، حتی خشکشویی هم که تا همین چند وقت پیش باز بودن الان بسته شدن. اداره ها چطور؟ اداره ها فقط اونایی که واقعا یک کار خیلی لازم و ضروری هستش باید برن سر کار، یعنی کاملا حتی برای ایتالیا چیزی که خیلی قدم خیلی بزرگی بود کارخانه ها و شرکت های تولیدی بود که کاملا اقتصاد ایتالیا را جلو می بردن و انتخاب سختی بود. و بعد از جلسه های طولانی با سنتیکا ها و با کارآفرینان، در نهایت قسمت عظیمی از تولیدات ایتالیا هم هفته هاست که متوقف شده، یعنی کاملا کشور به حالت توقف تولیدی هستش. سپاسگزارم دکتر پریسا نظری از روم در ایتالیا با ما.
سازمان لیگ برتر فوتبال انگلستان به بازیکنان حرفه‌ای شاغل در این دسته توصیه کرده تا 30% حقوق خودشون رو برای حفاظت از افرادی که در صنعت فوتبال فعلا بیکار شدن اهدا کنند. اما اتحادیه حرفه‌ای بازیکنان میگوید این تصمیم ضربه بزرگی به نظام بهداشت و درمان اینجا در بریتانیا خواهد زد. اجازه بدید که با همکارم پویای ژافره صحبت بکنیم. بحران داره در صنعت فوتبال اینجا بالا میگیره و همینطور خبرها پشت سر هم داره میاد. جریان چیه؟ تنها چیزی که ثابت مونده از بخش خبری قبلی که من اینجا بودم تا الان این فاصله 2 متری ماستی. الان همینطور پشت سر هم دارن بازیکن‌ها عکس العمل نشون میدن. دیدیم که وین رونی کاپیتان تیم ملی انگلیس هم صحبت کرده، گفته بازیکن‌ها با این صحبت وزیر بهداشت تو شرایطی قرار گرفتن که هیچ حالت بردی ندارن. یعنی حتی اونهایی که ما نمیدونیم ممکنه که با وجود درآمد زیادی که دارن تو زندگی خصوصی خودشون مشکلات مالی داشته باشن، اونها دیگه معلوم نیستش که چه جوری از این ماجرا بیان بیرون. و خیلی ناراحته که صحبتایی که پشت درهای بسته شده بود اینها داره بیرون میزنه. اما در همین حاشیه هایی که داریم حرف میزنیم، بعضی بازیکن هم هستن که با رفتارشون دارن ضربه میزنن به این ماجرا. مثلا قوانین مربوط به قرنطینه رو رعایت نمی کنند، مهمونی می گیرند، میرند نمیدونم کارهای مختلفی می کنند که خب از این جهت جالب نیستش توی وچه بازیکن ها. این روزها در این دومینوی بحران هم از نور و امید صحبت میکنن. آیا نور و امیدی برای حل این بحران در فوتبال اینجا در انگلستان وجود داره؟ تصور من اینه با وجود انتقادهایی که میشه، مثلا الان 2 باشگاهی از بین 5 باشگاهی که به کارمندان خودشون حقوق نمیدن لیورپول و تاتنهام هستن و دولت بریتانیا با این قانونی که تصویب کرده مجبور بیاد 80% حقوق اونها رو پرداخت بکنه، در صورتی که این 2 باشگاه به خصوص که راجبشون داریم صحبت میکنیم سال گذشته فقط 150 میلیون دلار سود داشتن. انتقادها زیاده. تصور به این هستش که در یک جایی میان و میرن سراغ خود ساختار باشگاه‌ها و مالکیت اونها و از اونها میخوان که وارد ماجرا بشن و سعی بکنن که کمک بکنن یه مقدار هزینه ها رو به عهده بگیرن. سپاسگزارم پویا ژافره اینجا در استودیو با ما. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از همراهی شما.